یونس نبی باب اول. و کلام خداوند بر یونس بن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد، چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود. و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده دراز شد و خواب سنگینی او را در رو بود. و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را به خاطر آورد تا هلاک نشویم. و به یکدیگر گفتند: بیایید قرعه بیندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است. پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد. پس او را گفتند: ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده، شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ او ایشان را جواب داد که من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می باشم. پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند: چه کرده ای؟ زیرا که ایشان می دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است، چون که ایشان را اطلاع داده بود. و او را گفتند: با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود؟ زیرا دریا در تلاطم همی افزود. او به ایشان گفت: مرا برداشته به دریا بیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد. زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. اما آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند، اما نتوانستند، زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می نمود. پس نزد یهوه دعا کرده گفتند: آه ای خداوند، به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون بیگناه را بر ما مگذار، زیرا تو ای خداوند هرچه می خواهی می کنی. پس یونس را برداشته در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد. و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانی ها گذرانیدند و نذرها نمودند. و اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. یونس نبی باب دوم. و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود و گفت: در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی، زیرا که مرا به ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود. جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشت و من گفتم: از پیش چشم تو انداخته شدم، لیکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید. آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد. به بنیان کوها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. چون جان من در اندرونم بیتاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید. آنانی که اباطیل دروغ را منظور می دارند، احسانهای خیش را ترک می نمایند. اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است.
پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد. یونس نبی باب سوم. پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استقاصه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست اوست بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. یونس نبی باب 4. اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و قیزش افروخته شد و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم؟ زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. پس حال ای خداوند، جانم را از من بگیر، زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خداوند گفت: آیا ثواب است که خشمناک شوی؟ و یونس از شهر بیرون رفته به طرف شرقی شهر نشست و در آنجا سایبانی برای خود ساخته زیر سایه اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. و یهوه خدا کدوی رویانید و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده او را از حزنش آسایش دهد و یونس از کدو بی نهایت شادمان شد. اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد و چون آفتاب برآمد خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بیتاب شده برای خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت: مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خدا به یونس جواب داد: آیا ثواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟ او گفت: ثواب است که تا به مرگ غضبناک شوم. خداوند گفت: دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید. و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از 120,000 کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟